خب روز گذشته مسعود مهرابی، مدیر مسئول ماهنامه فیلم، مؤلف کتاب‌های سینمایی و مورخ سینما درگذشت. او از سال 1362 به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه سینمایی فیلم انتشار این نشریه تخصصی سینما را آغاز کرد که تا به امروز هم ادامه داشته. برای گفتگو درباره سابقه فعالیت‌های مسعود مهرابی همراه میشیم با امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی از ترکیه. آقای پوریا، با ماهنامه فیلم شروع کنیم. این نشریه در طول این چهار دهه چه تأثیری در فضای نوشتاری سینما در ایران بر جای گذاشت؟ سلام عرض میکنم. برای من آقای تاهباز، همطور که در یکی دو گفتگوی قبلی هم بعد از فقدان یکی از سینماگران قدیمی در مکالمه بودیم، این موقعیت سخت و به خصوص به دلیل اینکه به هر حال شناخت و همکاری از نزدیک بوده و نه فقط درباره یک سینماگر بخوایم صحبت کنیم. ماهنامه فیلم همونجوری که همه میدونیم در واقع ادبیات نوشتاری نقد رو در جامعه هنری و فرهنگی بعد از انقلاب تثبیت کرد. به یک معنایی ما اگر امروز کسانی، جوانانی داریم که متون قدیمی، متون ترجمه‌ای یا تألیفی قبل از انقلاب رو و یه مقداری شاید حتی قبل از دهه 50 بگیم دقیق تره، وقتی میخونن به نظرشون میاد که زبان نامأنوسی داره، نه فقط به این معنا که زبانش ثقیل مثل معمول زبانهایی که قدیمی میشن، بلکه عباراتش عبارات سهلخوان و قابل درکی به نظر نمیرسه و حتی اتفاقا گاهی اوقات به جای اینکه ثقیل باشه به نظر میاد یه مقداری بیش از حد محاوره یا عامیانه است. این کهنه شدن نثر قدیم نتیجه ادبیات جدید نوشتار سینمایی است که ماهنامه فیلم جا انداخت. من به عمد به مفهوم واژه ها اشاره می کنم، چون آنچه که در عملکرد به لحاظ محتوایی بخواد بررسی بشه به هر حال زمینه های اجتماعی سیاسی فراوان و مختلف داره. اما در همین زمینه هم آقای مهرابی آدم مؤثری بوده، به غیر از حتی مسئولیتش در مجله فیلم، در همین زمینه های به دوش کشیدن بار مشکلات اجتماعی و سیاسی. او یک در واقع تمایل عجیب، بذارید بگم یه خورده حتی خدازارانه داشت به اینکه روایات خودشو از دوره بسیار طولانی چندین ساله‌ای که ماهنامه فیلم مجوز انتشار مداوم و پیوسته نداشت و ایشون شماره به شماره مجله رو مثل یک کتاب می‌برد وزارت ارشاد که منتظر صدور مجوز تک شماره بمونه، از این دوره روایاتش رو مدام بازگو میکرد و خودش هم لبخند تمسخرآمیزی که نشون دهنده بجاماندن اون رنجها در ذهن و حسش بود به لب داشت، اما باز روایتش میکرد. این دوره طولانی است که مجله فیلم به اصطلاح عام فارسی باید برادریش رو ثابت میکرد تا قابل اعتماد تلقی بشه و بعد مجوز انتشار مداوم بهش داده بشه و آقای مهرابی همیشه از اون زمانی که نزدیک به شروع ماه باید مجله رو منتشر میکردن و بیرون ارشاد منتظر میموند و میچرخید و صبحانه میخورد و چجوری حرص میخورد که برگرده و ببینه تک شماره رو حضرات خوندن و مجوز صادر کردن یا نه. در همین رابطه آقای پوریا، خود آقای مهرابی چند روز پیش در صفحه اینستاگرامشون یک تصویری از یک نامه‌ای که وزارت ارشاد در سالهای دهه 60 براشون ارسال کرده بوده منتشر کرده بودن که تذکری بود درباره عکسی که روی جلد مجله فیلم چاپ شده بود. حالا آقای مهرابی در زمینهای دیگری هم فعالیت داشتن، اشاره می‌کنیم به تألیفات و دیگر آثار ایشون؟ ببینید، یکی از نکات خیلی مهم مسعود مهرابی در جایگاه مورخ این بود که برخلاف اون تصوری که ما داریم، فکر میکنیم که افرادی که آرشیویستن زمینه اصلیشون نوستالژیه، یعنی به دلیل یه نوع شیفتگی نسبت به گذشته و این تصور که هر آنچه که مربوط به گذشته بوده روزهای خوشیست و باید حسرتش رو خورد، سراغ آرشیف کردن رفتن. نه، واقعا این گونه نبود. ابعاد نوستالژیک رو به طور خیلی شخصی برای خودش داشت، مثل اینکه کارت همه فستیوالایی که هر جای دنیا رفته بود نگه می‌داشت، همونطور که کارت ساده تحریریه نشریات مختلفی از روزنامه‌هایی که قدیم کار کرده بود، چه به عنوان گرافیست و کاریکاتوریست و چه به عنوان نویسنده و منتقد سینمایی و اینها، همه اینا رو نگه می‌داشت. اما در رویکرد ثبت تاریخ بسیار نگاهش جدی بود. از جمله بذارید حتی اینو بگم که خود کتاب تاریخ سینمای ایران ایشون که حالا بین معدود کتابایی که من هنوز
با خودم دارم جالبه که آقای تاهباسپور میگم اینکه دوربین و موبایل اومدیم اینجا فیکس کنیم، یکی از کتاب‌هایی است که من با خودم دارم و اینجا زیر گوشی گذاشتم که جلو چشمم الان، و این کتاب ها از ما جدا شدنی نیستن. در این کتاب اون عبارات مربوط به سینمای فارسی و اینکه لزوما هر آنچه که مربوط به گذشته است ارزشمند نیست، بلکه باید به عنوان بخشی از تاریخ ازش مطلع بود، تثبیت شده. در حقیقت میخوام بگم که آقای مهرابی نگاه کاملا تحلیلی به تاریخ داشت و در از خلال ارزشمند تلقی کردن مطالعه تاریخ لزوما هر آنچه که در تاریخ گذشته رو قابل حسرت نمیدونست. بسیار بسیار سپاسگزارم امیر پوریا از اینکه با ما همراه بودید.